من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به چنل ما خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13 دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی البته ترسناک حرف میزنیم. به نظر تو توی دنیا جنایی احتمال این که هم قاتل هم قربانی جفتشون کودک باشن چقدر؟ ما قربانی کودک زیاد داشتیم اما قاتل نه. به نظرم قبل از اینکه روی این موضوع بحث کنیم بریم وارد داستان بشیم. در دهکده کوچک در نزدیکی نیویورک در سال 1993 خانواده کوچک رابی در آنجا زندگی می‌کردند. آنها دقیقا قبل از کریسمس به این منطقه نقل مکان کرده بودند تا یک زندگی جدید را شروع کنند. آنها دو پسر داشتند. پسر بزرگتر دریک رابی 4 ساله و پسر کوچکتر دالتون 18 ماهه. خانواده رابی آن سال تابستان پسر بزرگشان دریک را در یک برنامه آموزشی در کمپی نزدیک خانهشان ثبت نام کرده بودند. مادر دریک طبق عادت هر روز خودش دریک را تا مرکز آموزشی که فقط یک بلوک تا خانه آنها فاصله داشت میرساند. دقیقا در تاریخ 2 آگوست ساعت 9:15 دقیقه بود که دریک رابی، که من اینجا دریک رابی رو فقط رابی صدا میزنم، آماده شده بود که بره کمپ. اما داداش کوچیکش مثل این که مامانش رو اذیت میکرده و نمیتونسته که مادرش آماده شه که رابی رو برسونه به کمپ. رابی مثل هر بچه دیگه مادرش اصرار میکنه که بذار خودم برم و من بزرگ شدم و اجازه بده و اینا. مادرش هم میبینه که خب هیچ خیابون اون اطراف نیست، ماشین نیستش و فقط یک بلوک تا خونهشون فاصله داره. خیالش راحت دارم بگیم. آره دیگه، چون مثلا اول فکری که ما هم میکنیم اینه که ماشین رد نشه، ماشین بهش بخوره. به خاطر همین بهش اجازه میده. اون براش یه میان برده میبنده که شامل یه آب میوه و یه دونه موز بوده و میذاره توی پلاستیک و بهش میده. طبق همیشه هم بچه‌ش رو میبوسه، بچه‌ش هم اونو میبوسه و بهش میگه مامان دوستت دارم و میزنه بیرون. میزنه بیرون. 45 دقیقه نگذشته بوده که مثل اینکه هوا طوفانی میشه و اینا، مادر رابی کم نگران میشه. استرس داشته و اینا. آره استرس مادرونه بوده دیگه. به حساب سوار ماشینش میشه و میره دنبال پسرش در کمپ. اما بهش میگن که رابی مدرسه نیومده. مادرش میگه خب اومده، من فرستادمش کمپ. میگن نه نیومده. استرس میگه و همه جا رو میگرده و رابی رو پیدا نمیکنه. تا ساعت 3 بعد از ظهر ده ها ماشین پلیس و هلیکوپتر اطراف دهکده را گشتند. افراد زیادی به عنوان داوطلب در آن دهکده کوچک به دنبال دریک گشتند. تمام گشت با صدای جیغ گوشخراش زنی متوقف شد. جسد دریک 4 ساله در منطقه‌ای که بچه‌ها به آن می‌گفتند قلعه پیدا شد. جزئیات مرگ دلخراش او عمومی نشد، اما کاراگان گفتند مرگ او همراه با شکنجه و تجاوز جنسی همراه بوده. در کالبد شکافی صدمات شدیدی به سر از جمله شکستگی‌های متعدد جمجمه، تورم مغزی و کوفتگی، پارگی گسترده و خونریزی بافت‌های قفسه سینه، سوراخ شدن دیواره روده و خونریزی‌های مشخص در گردن، صورت و چشم‌ها وجود داشت. علت مرگ ضربه خفیف در ناحیه سر همراه با خفگی مشخص شد. پلیس ایالتی یک مرکز در تالار شهر ایجاد کرد تا بتواند با هر مرد، زن و کودک در شهر مصاحبه کند. والدین کودکان را از خیابان‌ها دور نگه می‌داشتند. در کمتر از یک هفته پلیس با بیش از 500 نفر مصاحبه کرد، اما هیچ سرنخی به دست نیامد. آن هم در دهکده‌ای که فقط 900 نفر جمعیت دارد. کاراگاهان چند بار مکان پیدا شدن دریک را گشتند و اطلاعات به دست آمده را در اختیار روانشناسان گذاشتند و آنها معتقد بودند قاتل یکی از ساکنان شهر است. همینطوری که می‌دونیم، به این دلیل که این دهکده خیلی کوچیک بود و فقط 900 نفر جمعیت داشت، پلیس کارش این بود که شبان روزی از آدمای اون دهکده مصاحبه بگیره. 3 روز بعد به طور اتفاقی یه پسر بچه به اسم اریک اسمیت وارد اداره پلیس شد که ما اسمیت صداش می‌زنیم، به همراه مادرش که یه سری اطلاعات بدن و یه مصاحبه ازش بگیرن. اون گفت که من اون روز صبح که رابی کشته شده من توی اون پارک بودم، ولی نه رابی رو دیدم و نه کس دیگه ای رو و مطمئن بود. پلیس ها آخر روز به این نتیجه رسیدن که چون این داخل پارک بوده بازم احتمال داره یه نفر رو دیده باشه، یه نشونه، یه چیزی، یادم مشکوکی که مثلا کسی رو دیده باشه. دقیقا میگن که بذار بریم خونش باهاش یه صحبت دیگه داشته باشیم. حوالی ساعت 4:05 میرن خونه اسمیتا و با اسمیت شروع کردن به مصاحبه کردن. میگن که
این مصاحبه حدوداً 40 تا 50 دقیقه طول کشیده و مثل اینکه توی این مصاحبه اسمیت گفته که من رابی رو توی پارک ندیدم ولی دیدمش اون بر خیابون. جزئیات لباسش رو گفته، پلاستیکی دستش بوده رو گفته، همه اینا جزئیات خیلی دقیق هم گفته، خیلی دقیق گفته. چون فاصله این خیابون تا خیابون هست که خیلی زیاده، ازش تست بینایی میگیرن. اگر به قیافه اسمیت هم نگاه بکنید متوجه میشید که به نظر میاد از لحاظ بینایی کمی ضعیفه، یعنی از حالت چشماش مشخصه. وقتی که ازش تست میگیرن متوجه میشن که چشماش خیلی ضعیفه و اصلا اسمیت چند هفته قبل عینکش شکسته و نمیتونسته اون از اون مسافت رابی رو با این جزئیات دیده باشه. وقتی که این اتفاقا میفته و این صحبت ها پیش میاد و هی سال اسمیت خیلی ناراحت میشه، خیلی به هم میریزه. اسمیت فقط 13 سالش بوده، میگه که شما فکر میکنین من کشتم و گریه میکنه و میگه من اصلا آدم نیستم که آدم بکشم و باباش براش آب میاره. پدر بزرگش از مامور پلیس میخواد که خونش رو ترک کنه، میگه شما داریم یه بچه 13 ساله فشار میاریم. بچه 13 ساله خب چی میشه گریه میکنه؟ یه مثلا یه اعتراف میکنه که نباید مثلا میکرده، اصلا یه حرف میزنه که اجباری مثلا زده اونو. آره دیگه، میگه شما چی داریم از این اعتراف میگه؟ اصلا این مشخص نیست که مثلا این دیده یا ندیده. خلاصه پلیس ها میرن و یک ساعت بعد با حکم دادستانی برمیگردن، چون اونجا حکم نداشتن ولی الان میرن حکم میگیرن، با حکم برمیگردن. کارگاه ها به خانواده اسمیت اطمینان میدن که ما به هیچ عنوان نمیخوایم پسرتون رو متهم کنیم، ما فقط میخوایم ببینیم که این واقعا چیزی دیده یا نه. چون ظاهرا با این اطلاعاتی که داره میده اسمیت آخرین نفریه که رابی رو زنده دیده و ما میخوایم بدونیم که برای رابی چه اتفاقی افتاده. تصمیم میگیرن که برن صحنه ای که اسمیت میگه که رابی رو دیده رو برن بازسازی بکنن. هوا تاریک شده بوده، میفته فردا صبح. فردا صبح میرن که بازسازی کنن صحنه رو که من الان فیلماش هم میذارم میتونید ببینید. آخرم به این نتیجه میرسن که اصلا مشخص نیست اسمیت واقعا رابی رو دیده یا ندیده. میدونی اصلا حرفای ضد و نقیض زیاد میزده. بعد 5 روز بعدم جسد رابی رو توی لباس بیسبال میذارن و خاکش میکنن و 700 نفر هم حدوداً مهمون داشتن که همشون از اینکه رابی چقدر پسر خوبی بود و چقدر مثلا دوست داشتنی بود و اینا حرف میزدن. آره خب مفتر خیلی مثل که پسر مهربونی بوده. اونه بعد اسمیت خیلی نگران پسرشون بودن چون ظاهراً رفتارش خیلی عوض شده بود و کمتر حرف میزد. اونا خیلی نگران این بودن که اسمیت دیده باشه چه اتفاقی برای رابی افتاده و یا حتی کسی تهدیدش کرده. همش روی این فرضیه بودن، خیلی اصرارش میکردن مداوم که مثلا بگو اگه چیزی شده، اگه اتفاق افتاده. و در آخر اسمیت گفت که من رابی رو کشتم. گریه میکرد. خانواده ازش پرسیدم که چرا کشتی؟ توی پسر 13 ساله چرا باید رابی 4 ساله رو بکشی؟ و مدام میگفت که من نمیدونم که چرا این کارو کردم. برای من خیلی عجیب بود. خانواده‌اش بلا فاصله بردنش پیش پلیس، تحویلش دادن همون روز و یک اعتراف 3 ساعته ازش گرفتن از یک پسر 13 ساله. در صورتی خود قتل بیشتر از بکنم 5-6 دقیقه طول نکشیده. آره دقیقاً 6 دقیقه قتل طول کشیده ولی یه اعتراف 3 ساعته ازش گرفتن. اسمیت تعریف میکنه که اون روز من رابی رو اون طرف خیابون دیدم و صدا زدم که هی پسر بیای اینجا. مثل این که دیده بوده که یه تیشرت زرد رنگ پوشیده بوده که روش نوشته بوده که من یک کمی شیطونم. صداش میزنم میگه بیا از یه راه میانبر بریم کمپ و من بلدم. ظاهرا رابی قبول نمی کنه ولی اسمیت بهش میگه بیا بریم، من بلدم، راه کمتر میشه، زودتر میرسی. خلاص بچه رو گول میزنه و میبردش. تا میرسن به یه منطقه که بهش میگفتن قلعه و از هیچ طرف دید نداشته اون منطقه. وقتی که میرسن به اون منطقه اسمیت آرومتر راه میره تا رابی جلو بیفته. بعد از اینکه جلو میفته اسمیت از پشت بهش نزدیک میشه و گردنشو با دستش میگیره
گردنشون میگیره، ولی مثل اینکه رابی دست و پا میزده و تکون میخورده، اینم ولش میکنه، باز دوباره محکمتر میگیره. گفته من حدود 30 ثانیه شاید بیشتر نگه داشتم تا رابی از دست و پا زدن افتاد و میندازه تا شوی زمین. همین که میندازه رو زمین، بچه شروع میکنه دوباره به نفس زدن و در کمال ناباوری دستمال از توی پلاستیک بر میداره و میکنه توی حلق رابی. وقتی این اتفاق میفته رابی دستشو گاز میگیره و اونم یه دونه سنگ کوچولو رو بر میداره و 3 دفعه میزنه رو سر بچه و بعدش میندازه سنگ و دوباره یه سنگ بزرگتر بر میداره. یه سنگ بزرگتر بر میداره و از بالا 3 دفعه پرت میکنه روی صورتش. دوباره میندازه یه سنگ فکر کنم 11 کیلویی رو بر میداره بوده دستاش، میندازه روی سینه‌اش. آره. بعدش هم میندازه روی قسمت آلت تناسلش. روی آلت تناسلش. و مطمئن میشه که تقریبا بچه مرده دیگه، یعنی نفس نمیکشه. البته با اون ضربه هایی هم که زده من دیگه فکر نمیکنم که جونی برده باشه. ولی همین جوری که میدونید این اتفاق، این جنایت به اسم جنایت جنسی جلو رفت. در ابتدا نیومدن این جزئیات رو در اختیار عموم بذارن و همه فکر میکردن که به رابی تجاوز شده، اما در حقیقت اتفاقی که برای رابی افتاد این بود که وقتی اسمید اون سنگا رو انداخت و کارش تموم شد، بلند شد دور بچه چرخید، بعدش شلوارش رو در آورد و یه شاخه بلند رو داخل مقعد رابی فرو کرد و انقدر این چوب داخل مقعد فرو کرده بود که مقعد دچار خونریزی شده بود و روده هم آسیب زده بود، آسیبای خیلی خیلی شدیدی زده بود. و جای خیلی عجیبش اینجاست که برداشته مثل قاتلای واقعی یه سنگ رو برداشته و رد دوچرخش و رد پاشو کامل پاک کرده و بعد از این که این کارم انجام داده بوده و رفته 3 بار دیگه برگشته تا ببینه کامل پسر بچه مرده یا نه. اره میگفتم اصلا نگران نبودم، فقط خواستم مطمئن شم که مرده یا نمرده. در طول مصاحبه به هیچ وجه او یا خانوادهش درخواست متوقف کردن مصاحبه یا درخواست وکیلی را نکردند. سرانجام اعترافات او مطابق آنچه گفته بود تایپ شد. او صفحات را با دقت خواند و امضا کرد، دقیقاً مثل یک بزرگسال. به دلیل پایین بودن سن قاتل و قربانی، این پرونده در آمریکا سر و صدای زیادی برپا کرد. پس از شرح دادن ماجرای قتل، قاضی از اعضای هیئت منصفه خواست تحت تاثیر سن قاتل قرار نگیرند، چرا که او علاوه بر قتل، قربانی را قبل از کشتن شکنجه کرده و او را مورد سوء استفاده جنسی قرار داده است. طبق قوانین نیویورک، متهمینی که در زمان ارتکاب جرم 13 ساله بودند، می توانند به عنوان بزرگسالان در پرونده‌های قتل محاکمه و محکوم شوند. این پرونده توی آمریکا به خاطر اینکه سن قاتل و قربانی هر دو پایین بود، خیلی سر و صدا کرد و مسلماً آزمایش‌های زیادی هم صورت گرفت. یه روانشناس کودک اومد گفت که بعد از اینکه اسمیتو آزمایش کرد، گفت که مثل اینکه اسمیت از عزت نفس پایینی برخورداره و افسردگی خیلی شدیدی داره و همچنین به نیکوتین سیگار مثل اینکه اعتیاد داره. اون همچنین گفت که مثل اینکه یه اختلال داره اسمیت که باعث خشمای دوره‌ای میشه و عصبانیت‌های زیادی میشه. آره اتفاقا پدر خونده اسمیت هم گفته بود که همون روز صبح اسمیت اومده به من گفته که من خیلی عصبانیم و خیلی به هم ریختم. پدر خوندهشون گفته من وقتی که بچه بودم دقیقا همین مثلا خشمو داشتم و پدرم بهم گفته بوده که بیا به متکه مشت بزن و من مشت بزن تا اینکه اعصابت آروم بشه. و بعدش هم پدر خوندهش میره تو انباری که کاری انجام بده و از اونجا میبینه که اسمیت سوار دوچرخش میشه و میره و بعدش هم که برگشته بوده خونه دیده که پوست دستش پوست شده و مشتش هم خونیه. بعد از اون وکیل مدافعش هم گفته که به خاطر اینکه پوستش ککمکی بوده و عینک قرمزی هم میزده و قیافش هم یکم عجیب غریب بود و مدل گوشاش هم یه شکل خاصی بوده، گفته به خاطر هم بچه مدرسه خیلی اذیتش میکردن و کتکش هم میزدن. خیلی مسخرش کردن. ما همین باید بدونیم بچه ها توی این سن و سال از لحاظ قیافه و اینا خیلی بیرحمن، خیلی به هم دیگه توهین میکنن. ما خود تو مدرسه بودیم همه دیگه تو سن بلوغ بالاخره تو همون سن و سال است دیگه قیافه تغییر میکنه. شاید شما اگه تو این دوره بود که همه میرن ککمک و تتو میکنن شاید این اتفاق براش نمیافتاد. حتی روانشناسا ادعا میکردن که اسمیت از لحاظ گوشی تسکی گرفته بودن، از لحاظ گوشی خیلی پایین، متوسط رو به پایینه. و یه نکته این که مادرش اومد گفت که من تو دوره که اسمیتو حامله بودم
یه سری داروی ضد تشنج استفاده میکرده که این باعث یه سری نقصای ژنتیکی داخلش شده که بعدش تو آمریکا کاملا این دارو مثل که ممنوع میشه و اصلا خیلی بد برخورد میکردن با کسی که این دارو مصرف میکردن. بعد از اینکه همه این اتفاقا میفته و این همه مثلا میان حرف میزنن، البته خیلی باز اومدن بر علیه این گفتن که مثلا نه همچین بیماری روانی اسمیت نداره، اون عصبانیت رو نداره، ولی هر چقدر که آزمایشش میکردن متوجه نمیشدن که این خشونت از کجا میومد، از کجا نشأت میگرفته. بچه که حتی کسو کتک نمیزده، یه همچین کتک خور بوده شد. حتی اعضای هیئت منصفه از اسمیت میپرسن که وقتی که رابی رو کشتی حس خوبی داشتی یا نه، و اون گفته که من کاملا حس خوبی داشتم، برای اولین بار بوده که یه نفر دیگه داشته درد میکشیده، من درد نمیکشیدم. و بازم قانع نمیشن، میگن این دلایل نمیشه، این خیلی بیرحمه، این قاتل خیلی مثلا بدیه. حتی دادستان، ما فکر میکنم دادستان خیلی تو این پرونده نقش داره، چون کاملا بیرحمه نسبت به این پرونده. گفته که اسمیت یه قاتل خیلی بیرحمه، یه قاتل خیلی خونسرده که با یه جنایت وحشتناک انجام داده، رابی رو با خشونت تمام کشته و حتی آثار جرمش هم پاک کرده. اگر خانوادهش نمیفهمیدن ما متوجه نمیشدیم که اسمیت کشته. خب حالا اینکه میگه مثلا چه جنایت رو پاک کرده، خب هر بچه‌ای بالاخره کار اشتباه میکنه، یه جوری میخواد چی بکنه، مسئله‌اش رو کنه، مسئله‌ای کنه. ولی یه چیزی که خیلی مثلا این پرونده رو خیلی بول کرد و خیلی همه در موردش حرف می‌زدن، به خاطر ماهیت جنسی این پرونده بوده. ببین وقتی یه نفر تجاوز بکنه، تجاوز رو کرده دیگه، مثلا میگیم حسش بوده، بلوغ جنسیش بوده که تجاوز کرده، اون یه مسئله دیگه است. ولی اینکه شکنجه جنسی بکنه خب اصلا فرق میکنه. شکنجه جنسی هم نبوده دیگه، یه آسیب خیلی شدیدی وارد کرده اصلا برابر شکنجه که کرده. آره حرف با حرف موافقم. خیلی توی دادگاه این موضوع مطرح شد که آیا این بچه بهش تجاوز جنسی اتفاق افتاده یا نه، برای اسمیت که بهش تجاوز شده تا حالا یا نه، و هر دفعه اسمیت این مسئله رو انکار میکرد. ولی خواهر بزرگترش اومد شهادت داد که ظاهرا پدر خوندهشون به خواهر تجاوز میکرده، یعنی شما میرفته تو اتاقش دستمالیش میکرده و اذیتش میکرده، و خواهر معتقد بود که حتی اگر پدر خونده به اسمیت تجاوز نکرده باشه، 100% اسمیت شاهد تجاوزایی که به خواهرش میشده بوده. ولی اسمیت هیچ وقت این مسئله رو نه قبول کرد و نه رد کرد. آره گفت من حرف گفته بودم، حرفی نمیزنم در موردش. آره گفته بود من حرفی نمیزنم. در تمام مدت محاکمه قیافه اسمیت هیچ حسی نداشت، خونسرد، یعنی تو نمیتونستی، کاملا بیرون بود مثلا. تو نمیتونستی تو چهره این بچه خشم رو ببینی، عصبانیت رو ببینی، لذت رو، هیچی نمیتونستی ببینی. حتی زمانی که گفتن که تو از 9 سال تا حبس ابد محکوم شدی، به قتل درجه 2 محکوم شد، هیچ حرفی نزدی. من فکر میکنم بیشتر حالت گیجی داشته، یعنی گیج بوده اصلا که چه اتفاقی افتاده. ببین نمیدونسته چی کار کرده، من این حسو دارم اصلا. دقیقا همون گیجی. آخه بچه 13 ساله چی میدونه اصلا؟ پس نمیدونم در مردن قتل مثلا چه جنایتی کرده، چه اتفاقی افتاده، نمیدونسته. و محکوم میشه و دیگه میره زندان تا سن 21 سالگی، مثل این که کمد خودشو داشته، تخت خودشو داشته، اتاق خودشو داشته. خب کمش میاد که توی زندان این اتفاقا بیفته. یه جایی هم بردنش مثل همون کانون اصلاح تربیت خودمون که میبرن اونجا بوده، تا اینکه بعد از 11 سال که از قتل میگذره و تقریبا اسمیت 24 ساله بوده، برای اولین بار میتونه درخواست آزادی مشروط بده و اون و وکیلش میان یه نامه ای رو آماده میکنن و این نامه رو توی تلویزیون میخونن. یه بخشی از نامه اومده، من ترجمهش کردم براتون و الان میتونید ویدیوشو ببینید. I know my actions have caused a terrible loss in the Roby family and for that I'm truly sorry. I've tried to think about as much as possible what Derek will never experience. His 16th birthday, Christmas, anytime. Owning his own house, graduating, going to college, getting married, his first child. If I could go back in time, I would switch places with Derek and endure all the pain I've caused him.
If it meant that he would go on living, I'd switch places. I began to believe that I was nothing and a nobody. And my outlook on life was dark. I felt that when I went to school, I was going to hell. Because that's what it was for me, it was hell. Although each case is different, there is always the underlying fact that those kids who do these unthinkable crimes endure years of abuse, whether at school, at home, or both. I had issues at home, but I'm not going to talk about that. خانواده رابی بعد از اینکه اسپید این نامه رو خوند توی تلویزیون به دادگاه نیومدن، یه نامه نوشتن و یه فیلم کوتاه از زندگی کوتاه رابی فرستادن و گفتن اجازه بدید که رابی از خودش دفاع کنه همونقدی که زندگیش کوتاه بوده و ما به هیچ عنوان نمیتونیم این داستان رو ببخشیم. الان اسمیت حدوداً 40 سالشه، 10 بار تا الان درخواست داده و درخواستش قبول نشده. خانواده رابی میگن که یه چیزی که خیلی برای ما وحشتناک بوده این بوده که هنوز که هنوزه ما نامه های دریافت میکنیم از مردم که به ما سرکوف میزنن که چرا شما بچه رو ول کردین تو خیابون، چرا آزادش گذاشتین که بره. آخه نگاه کن اونجا مثلا یه دهکده تنها کوچیکی بوده، شهر کوچیکی بوده، بعد همه همدیگر رو میشناختن، جای امنی بوده، مثلا ماشین چیزی نمیومده و اینکه فاصله نبوده اصلا. اصلا مردم محلی حرف میزنن میگن که موقعی که این جنایت اتفاق افتاد ما همه دنبال این بودیم که ببینیم کدوم مرد جوون، کدوم پیر مرد این کار رو آره کرده. مثلا یه چه میدونم یه مثلا آدمی که منحرف جنسی باشه مثلا، یا یه مشکلی داشته باشه، یا خلافکار بوده باشه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکرش نمیرسید که یه بچه بخواد این کار رو بکنه. به هر حال من مخالف حکم اعدامم، ولی به این حال میگم که چون این بچه بوده باید از زندان آزاد بشه، اما منتها اجازه نمیدن که بیاد از زندان بیرون، خانواده‌اش هم رضایت نمیدن. برای رابی اون قسمتی که کشته بودنش، یعنی همون منطقه قلعه که رابی توش کشته شده بود، اومدن صافش کردن و یه مجسمه از رابی ساختن که الان چه دستش رو ببینید. این از موضوع امروز ما، امیدوارم از این موضوع خوشتون اومده باشه. لطفا اگه خوشتون اومد لایکش کنید، حتما سابسکرایب کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.